با 6 میلیون تومان سرمایه دعوت ویژه بانوان فروشنده انواع پوشک به صورت امانی در منزل خود. علاقه مندانه به سینما و بازیگری آن چه عارف میکنی از ما بخواهی. الو شرکت بفباران؟ سلام، ببخشید آقا شما برای منشی آگهی دادین؟ بله تا ظهر، خداحافظ. مادر دعا کن امروز دیگه کار پیدا کنه. خسته نباشی. به اضافه قرارداد، به اضافه آموزش رایگان، آرایشگاه زنانه به یک بردست وارد به اصلاح صورت ترجیحاً زیر 25 سال نیاز. جوانی تحصیل کرده با خودروی ماکسیما آماده همکاری در هر نوع کار به تعداد کافی شاپ کار، ساندویچ کار، سالن کار، پیتزا کار و بیرون بر کار با جای خواب نیازمندی. تماس به تعدادی خانم و آقا جهت بازی در فیلم سینمایی و سریال منشی شما میشویم. دفتر کار مجهز از ما به تعدادی منشی خانم مبتدی با حقوق بالای 300 هزار تومان داخل شهر به یک چشم پزشک جهت کلینیک حیوانات خانگی همکار خانم علاقمند به حیوانات خانگی البته دامای کوچیک ترجیحا ساکن شهر. آقا سلام، آقا من لیسانسه فیزیکم سربازی رفتم ضامن معتبرم دارم در ضمن 4-5 سالی هم توی کارخونه کار کردم حاضرم هر کاری که شما بگید براتون انجام بدم. ببینم حالا این شرکت خیلی جدیه. یک زوج هستیم بدون فرزند. جهت سرایداری برای شما کارفرمایم. پذیرش خانم های علاقه من جهت حضور در دوره مربیگری پیری یا آی مدیر مالی انجام حسابداری موفق و به هم ریخته و حسابرسی با کلی سال. استخدام شد. تموم شد. دیر اومدید. ایشالا دفعه دیگه نداریم پر شده. آخه من چه گناهی کردم بابای تو شدم؟ چی میخوای از جون من؟ دی گفتم شوهرت میدم خلاص یه نخور کمتر نگو اینهو سکه شاه ولایت که هر کجا رود پس آید برمیگردی بر دل خودم. من چه تقصیری دارم؟ کارت بخور به اون شکمت. اگه حوض هلو به سرت نمیزد الان شوهرت زنده. خب لابد قسمتش به هلو بوده مرد. بله دیگه خدا بیامرز رفته بود تا سر کوچه به تیر غیب گرفتار. اگه تو خونه میموند که به تیر غیب گرفتار نمیشد. خب اگه تو خونه هم میموند یقین سخت میامد رو سرش و زیر آوار میموند. نه خیلی با آوار مسئولیت داشت چون قبلا دخترت رو سرش خراب شده بود. قیاسی. حالا اصلا شوهر بی شوهر چرا نمیری دنبال کار؟ میریم آقا جون به خدا ولی کو کار؟ بله دیگه این همه زن و دختر فرد و فرد کار میکنن و کار عوض میکنن نوبت به دختر ما که میرسه تخمشو ملخ خورده. شما هم عوضی همینه بگی پس اقلکن جواب مشت رمزون رو بده. همین یه کارم مونده رمزون سیبیل چشه؟ خدا وکیلی هیچ کس تو محل سوپرش به گل و گشادی سوپر مشرمزون نیست. آقا مهربون دست و دل باز. سلام صحبتون بخیر خانم. چه عجب مگی جون. سلام خاله جون صحبتون بخیر. سلام آقای قیاسی بفرمایید. سلام کفتر چایی خاله اینه ها مادرت اومده تو خدا رحمتش کن. مگی جون اول صبحی از این برا یه شرکتی آگهی دادیم خواهد کارمند استخدام بکنه فرمش رو بردم فرشته جون پر کنه که بریم با هم تحویل بدیم. نمیشه یه جوری دستشو تو شرکت خودتون بند کنی؟ آخه شما به اون یه گل جا میگی این شرکت من خودم هم اونجا زیادی هم بابا تنها میتونه همه کار رو انجام بده. تو این دور زمانه به هیچکی نمیشه اطمینان کرد. هر جا دختر خالت سلام میدونه باهاش برو. مواظبش باش کفتر چایی من. چشم خاله جون. سلام. بح بح الیک تو مگه الان نباید سرباز خونه باشی؟ فرار کرده بازم کنسرت داشتم باید تمرین میکردم. آخرش که چی؟ خودتون اومدم پا قدمت خوب باشه این دفعه بشه دیگه. ایشالا میشه ایشالا.
نام و نام خانوادگی. خب مشخصات رو بگو، سوالا رو بگو. آیا در میان آشنایان و بستگان شما یک مقام مهم قضایی، سیاسی، نظامی و یا دولتی وجود دارد؟ وجود دارد. می‌نویسم آقا جونت قبلا تو آگاهی بوده. برای همین استخدام نمیشه دیگه. بنویس، هیچ کسو ندارم. خیلی خوب. نوشته اعضای خانواده شما چند نفرم؟ من و آقا جون و مامانم و فرزاد. بشتر سرموتور رو بلش کن، بنویس فقط من و مامانم. میشه بالاخره تکلیف ما رو معلوم کن، میخوای استخدام بشی یا نمیخوای؟ اگه استخدام نشم این آقا جونم همه امروز فردا من عقد سوپری محل رمزون سیبیل میکنه، واسه اینکه بهش بده کار. خب سوالا رو پس بگو. آیا ازدواج کرده ای؟ بنویس بیوه هستم، فقط 10 روز با شوهرم زندگی کردم. نه خیلی بیشتر از 10 روز بود. ای وای خدا بنویس دیگه. خیلی خوب باشه، عصبانی نشو. چقدر دستمزد و حقوق برای تان کافیست؟ بنویس مادیات اصلا مهم نیست، فقط در حد یه بلیت اتوبوس و ناهار. به اندازه پول اتوبوس و ناهار. اینجا نشته آیا میتوانید اضافه کاری کنید؟ حتی روزهای تعطیل خانواده تان مانع نمیشون؟ چی بنویسم؟ بگم میتونم؟ بنویس اصلا هر وقت شما زنگ بزنید من میام اضافه کاری هم میکنم. حرفایی میزنی یا مگی؟ چی میگی مگی؟ آقا جونم میذاره منو میکشه، سرم میذاره لب باخته میبره. خنگول جونم، این شرکت ها یا کارمنده رو واسه ساعت های کارشون استخدام میکنن یا واسه ساعت های بیکاری. بنویس دوزاری افتاد. بنویس بیبه تنها با کمترین توقع مالی بدون مزاحم. اوکی بزن بریم خونه ما. باز چه خونه شما؟ جیگر جون با این سراوز کلات پس مرکه هست. چمه؟ وای مگی چی کار کردی؟ خب یه کار کردم استخدامت کنن دیگه. آره فقط اگه واقعا منو با این قیافه ببین. اوف میکشتت. مگی میگم رسی بابت لباس دست درد نکنه، چقدر قشنگه. اندازم هم بود. کادو تولدت را دیگه، از کادو مادو خبری نیست. خب ایشالت هم دیگه بهت پس نمیدم. خوشگله. تو کار پیدا کن، شرم هم مالتو. خدا کنه. بریم. بریم چی؟ چیز دیگه مونده. چی؟ لنز رنگی. لنز رنگی واسه چی؟ مگه نمیدونی مردای ایران همشون عاشق زنای بلوند چش روشنن. چه واسه خودش کار تبریک هم میفرسته. خب بعدن اگه بفهمی چشم رنگی نیست چی میشه؟ ملنگ خانم بعدش که دیگه مهم نیست که، اینقدر بینو قانون کار دست و پاشو میبنده که نمیتونه اخراجت کنه. مگه سر کن ببین این کلاگیز خدایش زایه نیسته؟ مگه مال من زایه است که مال تو باشه؟ بلا پس موهایت هم اینقدر خوشگله، هر روز یه رنگ کلاگیزه. بش به کس نگیو. باش بالا نگاه کن، دهن تو ببند. ببین چه خبره. مگه جان فرشته بی برگردیم؟ خیلی شلوغه. لا صفا مگه فرشته این دفعه مشاورتا. ببین تو از این لحظه به بعد خانوم رئیس شرکتی. باشه حواست جمع کن، وگرنه قبل از که نوبت تو بشه یکی از مامتران زده تو گوشه کار برده ها. این رشته و گرایش که اینجا نوشته من کلاس نقشه کشی میرفتم. مگه خیلی شلوغه؟ نگران نباش مگه. بابا خانم مهندس چه استقبالی شده از آگهیتون. بله بله مجری خوب استخدام میکنید. بفرمایید. خواهش من بفرمایید. کجای صف اون بره؟ رئیس صف اون بره رئیس جون. ببخشید یعنی رئیس شرکت بره تو صف که خودش استخدام کنه. خانم اسم شما چیه؟ اسمتون رو بگید. خانم تو رو خدا من بیکارم شوهرم. بفرمایید. هر چه بچه‌ داره خدا. من خدا یه کارتون هم گرفتم. خیلی کارتون رو خانم عجله کن یک یکی فرما رو بدید. بفرمایید. بفرمایید فرما رو بدید. بفرمایید. بفرمایید. خانم یک یکی فرما رو بدید. اگه با رئیس زنم میشه کنار اومد. آره والا اصلا که کله سر ما رو کشونده اینجا، من خیلی سر تمام نمیدونم. بریم بفرمایید.
امن خانم. ده برو دیگه. مگی خوب هم ده برو. بیا بیا. سلام. بفهمه. سلام. بله. بیرون. جان. جانت بیبله. شما برای استخدام تشبه بودید؟ نه خیر، با ایشون اومدم. کار شرکت شما چیه؟ به نظر میاد اسم مهندس خسروی رو نشنیدین تا حالا. جان؟ آه، خیلی عجیبه. تمام تهران مهندس خسروی رو میشناسن. چطور اسمشو نشنید؟ پس شما آقا رئیس نیستین؟ یعنی آقا رئیس یک کس دیگه است؟ بنده در اصل نایب رئیس هستم. بالاخره نگفتین کار شرکتتون چیه؟ به محض اینکه استخدام بشن خود رئیس تشریح میکنن. هی، حالا دو تا چای خوب برای خانم ها بیار. پس خبرم میکنین دیگه، منتظر باشم. فرشته چشم. خدا حافظ. وای دیر اومدی، رفتم بابا. نفر بعد. مگی تو میگی به من زنگ میزنن؟ دندون رو جگر بذار، زنگم میزنن. لنزام هم پیشت بمونه دیگه، هر دفعه باید بذاری. آخ جون، ولی اگه شانس منه که بهم زنگ نمیزن. مثل اینکه از رمزون سیبیل زیادم بدت نمیاد. ای الهی خدا نصیبت کنه. حالا فری جون استخدام شده هوای ما رو داشته باشی. چشم، اگه استخدام شدم هوای شما رو هم دارم. اگه بله بله بله، منزل آقای قیاسیه. مگیه؟ بله. چشم چشم. ساعت در؟ من خواهرشون هستم. چشم، خدا. فری فری آشو، از شرکت واردات سالات نام چی زنگ زده؟ از شرکت؟ با من کار داشتم. کی بود؟ چی میگفت؟ با ساعت 10 شرکت باشی، همین امروز. مگه امروز جمعه نیست؟ چه میدونم والا، شاید هم جمعه نباشه. نه به خدا، خودش گفت، گفت میدونه امروز جمعه است ولی عجله داره. کار که جمعه شم به نداره دختر، لابد شرکتش خارجیه، یه شنبه تعطیل. راست میگه دیگه پیچون، آفتاب وسط حیاته، ده بجم دیرت میشه. بالاخره یکی واسه مصاحبه دعوتت کرد. اگه قبول شدی بعد واسه هم اجازه بزرگ بخرین، چون خیلی دعات کرد. با ماگنولیا برو، دختر خاله خودش یه پا مرد. نه بابا، جمعه اصلا دوم نمیشه. دیدی گفتم به زنگ میزنم؟ آخه امروز جمعه است. با اون فرمی که من برات پر کردم بار خدا رو شکر نصف شب به زنگ نزدم. مگی تو رو خدا، تو اینجا وایسی؟ باشه وای میستم. بودو دهه منشی بعد وقت شناس باشه. بودو را رفتنش رو نگاه کن. نه خیر، این آدم نمیشه. بدم باشه به خاله بگم یه اسفند یه چیزی براش دود کنه. چش نکن چش. تو کیفمه میذارم خودم. بلدی؟ امیدوارم. به به، چه وقت شناس. جناب آقای رئیس منتظرن، دفعه خوش میکنم.
Oh my God! Oh my God! یه چش قهوه یه چش سبز. یه چش قهوه یه چش سبز. تو کجا بودی عشق بزرگ زندگی من؟ من 25 ساله که منتظرتم. 25 سال برای دیدن این لحظه ثانیه شماری کردم. آره آره. چقدر قیافت تو ذهنم مجسم کردم. چقدر از آرزوهام باهات حرف زدم. چقدر دوستت داشتم. آره حرف بزن. حرف بزن صداتو بشنم. من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگین. وای خدای من. همون صدای بمی که حد زده بودم. چه ارتباطی دارم برقرار میکنم. من؟ آره آره چه آرامشی دارم میگیرم. تو باید با من ازدواج. چرا؟ 25 سال پیش یک کفین هندی به من گفت سردرش آینده تاله تو همه در گروه ازدواج با زنی که یک چشش سبز یک چشش قهوه‌ای باشه. گفت اگه با زن دیگه ازدواج کنم به خاک سیاه میشینم. باورت نمیشه؟ ریت جعفر آبادی؟ بله قربان. به چشمای زیبای فرشته زندگی من نگاه. بله قربان. جسارته ولی چشم نیکو. چرا قبلا متوجه نشده بودم؟ یه چشم سبز یه چشم قهوه‌ای. فانتاستیک. دقیقا همونی که والگیره گفت. قربان به تو تبریک میگم. مبارکه بالاخره پیداش کردی. مبارکه. ببخشی عجیبه بود. فدای اون چشمات. مگی برو یه سر به دختر خالت بزن. یک ساعته داری چی کار میکنه تو شرکت؟ نه ترس بابا حواسم بهش هست. گاهی از پنجره دارم میبینمش. یه روز جمعه داریم ما. حالا کی برمیگرد؟ بذار این بیچاره هم یه کاری پیدا کنه. ثواب داره به خدا. پس نهار بیرون میخوریم. مهمون تو هستیم. باشه؟ تش تش فکی دمیز تمام داره نداره رو بیست میکنه. تمام داره نداره خانواده خسروی میشه مال فرشته اینجا جاست زندگی کنه. دنیا رو بخواهم تو بیزه شرکت رو بیست میکنه. نمیشه ما خیلی هایی شوهر کرد. بچه مادره بیشتر نداری بریم اینجا با هم زندگی میکنه. چه فرقی میکنه بیا بشه اینجا با هم زندگی میکنه. رو تخمه چشم میزانه. من دارم یه ژاپن کارخونه بزرگ بخرم. من 25 ساله که مجردم دیگه طاقت ندارم. بابا چرا خدا گریه نکنی؟ آخه آخه تالیش مرد واسه من گریه نکرده. کاش مگی اینجا بود. ببینی آخه من نمیتونم اینجوری یعنی اصلا نمیتونم باید چی کار بکنم. نمیتونی؟ نمیدونی؟ بید آقا من از بجونی مادرم من اصلا هول شدم. آخه شما چی کار میخوایی بکنی؟ وقتی قراره تا آخر آن مجرد بمونم یا به خاک سیاه بشینم زنده موندنم به چه رد کنم؟ کمک! کمک! آقای جفر آمدی! کمک! آقای جفر! بابا هنری! بگوه! آقا جون پرد میکنم پایی! باشه! شما بیار پایی! شما بیار دنتون بشم! خلاصه که خواهر نابغه‌ای داری گفته باشم بدونی که اومد بریم. چی شد؟ بالاخره استخدام شدی یا نه؟ استخدام کدوم زنش شدم؟ نه بابا یه بارم ایه چی ساختی؟ ببینم این اینجا چی کار میکنه؟ هیچی حوصله هم سر رفت. گفتم نیست قراره پیروزی جناب عالی هم جشن بگیری. من جلو میشینم. شوهرم میخواد بکنه نینی کوچولو. بیا تا واسه تعریف کنیم. فقط بهم گفت از یه چیز متنفره. از دروغ. خیالم راحت شد. فکر کردم از ریزه میزه بودنت متنفره. بعد جنس بیمزه. ببینه اصلا این دروغه چی بود یاد من دادی بهش بگم؟ مگی اصلا قلبم داره وای میسه. حالا چی میشه؟
خدا عاقبت شما این مهندس عجیب و غریب رو به خیر کنه. بگو 5000 تا سکه مهرت کنه. فاز تنفر حالی. وای نه مگی. اگه بدونی این همه بچه ها بود. اصلا من تو رو ندیده بودم یه مهده برام گریه کنه. یه عالمه برام گریه کرد. میگم با این نسخه هایی که میپیچی خدا به دادش و آیندت برسه. وای مگی. ها. اگه بفهمه رنگ چشم از لنزه چی کار کنم؟ از دست تو با این پیشنهاد. آی کیو جونا اگه اون لنزا رو نمیذاشتی که نمیشدی فرشته نجاتش. بله سگم بهت نمیذاشت. نه خیرم اصلا اینطور نیستش. بالاخره آخرش چی شد؟ چی قرار امروز بعد از سر بیاد خواسته کاری؟ وای مگی مگی تو گفتی من تو اون فرم بنویسم فقط با مامان زندگی میکنم. وای فرام است چجوری به بابا بگیم که امروز تو خواستگاری نباشه خون را میندازه. آقای قیاسی بالاخره نگفتیم موافقی مخالفی؟ اینا همش راسته. بابا دروغش چیه طرف 105 داره میاد خواستگاری؟ مصرف ثروتشه. بله بابا فقط شرکتش 4 میلیارد و نیم میارزه. مبارکه مبارکه فرشته جان مبارکت باشه الحق که دختر خودم دختر منم. آره آره باشه باشه یک فقط یک. نه شما عادت دارین آدم رو بازگشت کنی همه جون کبود میدونه. خب بچه ها بجنبه زود باشین زود باشین هرچه آتش خود تو حیات هست میرزیم تو بانه. این چادرم میکشیم روش خودمونم میشینیم توش تا خواستگاری تمام بشه. خدا رو شکر اینم شوهرش دادیم رفت. آبجی فری پول دار شدی واسه اینا حتما باید یه موبایل بخریم. باشه عزیزم. خدا بچه سربازی هم که دیگه کلن تحتیلت اومده اون سربازی رو میخره و خلاص. اینا رو بگی ببر نه ایمده همه تو فکر تیغیدنش اینا ما شد بچه بگم سود باشین. بابا فرشته نبا شرکتش به بانت احتیاج داره. دوباره مثل برگ کنم چشم و چراغم دوباره میخواد بره خونه این شوهر. من نمیتونم بابا یه خواستگار پولدار حرف بزنم. پولدار خیلی زیاد میشه میلیونر. من نمیتونم با یه میلیونر تنهایی حرف بزنم. من زبونم بند میاد میشه از این بندی ها خودم رجا تنها نیستی که فرشتم. آره نگران نباش مامان اگه بدونه این پسر کوچولو میمونه. مگه خب پیششون بمون. آره بمون. نه ببخشید آخه جناب سرنگ باور کن خودش به من گفت اون فرمه بنویسم که با مامانم تنها زندگی میکنم. خب بعد آخه این آدمی که اومده تو زندگی من یه جوراییه از دروغ بدش میاد. گفتی صد بار حفظ شدم دیگه نمیمونم. مهریه رو کمتر از 5000 سکه قبول نکنی ها. همه دنیا رو گشته تا دختر ما رو پیدا کرد. آقا جون فکر کردین من خسرو رو به خاطر مال و منالش میخوام؟ اسم دامادم خسروه. اینطور که گوش میاد یارو باید از اون حالو پشنده باشه. آقا جون خب پس داره. اگه دختر بود معلوم نبود کی می اومد خواستگاریش. خدا شانس بده. گل برای گل از طرف آقای رئیس. وای این آقای رئیس خودشون خیلی گلن.
کیه. پرده هارم کشیدم. هیچ خبری هم از قیاسی نیست. فخری، اون قیاسی نیست پشت بوم نشسته؟ ایبا، آره خودشه. خسته نباشی آقای قیاسی، مبارکه، کمک نمیخوام. خیلی ممنون. لولمون ترکیده، دارم تعمیرش میکنم. لوله؟ تو پشت بوم لوله چی کار میکنه؟ چه عرض کنم والا، آقای قیاسی دیگه. چی بگم از لیاقت این دختر؟ باور کنید عینه اون جواهر طلا که من مادر ستم دیده تنها میشم. شما از این به بعد تنها نیستید. شما با جواهرتون روی تخم چشم من جاده. الهی من فدای تخم چشماتون بشم، ولی آقای ما باید با خبر باشن. بالاخره ناسلامتی هرچی باشه پدر عروسن دیگه. کجا تشریف دارن ایشون؟ والا بابا و مامان یه خورده همش مشکل داشتن، بعد اینه که قهر کردن. الانم با خواهر و برادرم رفتن بندر عباس. همین. باید بیناشته کنیم. خودم میفرستم دنبالشون. نه. ها؟ چی شد؟ نه لازم نیست شما زحمت بکشید. من خودم این کارو کردم. به بابا زنگ زدم، بعد الانم دیگه با برادر خواهرام تو راهن. قربونشو برم. ایشالا فردا میرسم. خب خیلی عالی، خیلی خوب. این محله ما شما نمیدونین که چه پشه های ناجوری داره. انقدر بد نیش میزنن که اصلا نمیدونین. کبودم میشه؟ بله خیلی بدجور. من به این مبلا تشریفات عادت ندارم. بهتره برم پایین بشینم پیش خانم جان. خواهش میکنم. های فدای اون خانم جان گفته بود به شما های مهندس. شما از این به بعد تنها نمیمونید. خانواده شما کجا هستن؟ همشون اروپا و امریکا زندگی میکنن. سپاسگزارم. فقط خسرو یه تیکه داره تک و تنها توی هتل زندگی میکنه. آخه تو هتل دست ستاره هستی؟ توضیح میدم. من یه پام ایرانه، یه پام ژاپن، انگلیس، فرانسه، امریکا. دیگه فرصتی برام باقی نمیمونه که توی خونه زندگی کنم. اینی که هتل برام بهتره. البته بعد از ازدواج با فرشته خانم بهترین ویلای تهران میخرم و تقدیمشون میکنم. دو طبقه باشه خوبه ها، با دو تا آشپزخونه بزرگ. آخه مامان، مامانم آشپزیشون محشره. فرشته جان، من و شما مادر باید با هم زندگی کنیم. این شرط بود. نه رئیس چه کرده؟ انبار افسریه. اولاد بو باشی کی بودی؟ بو یاسین گناه اون کیدی بو؟ و یاسین بله تیلیاردار قوبو باشی چطور بیزم بوزومزو ورمی؟ یلا قزنی خاستگاره ده ده بنا؟ خاستگار؟ هم بابا خاستگار گلب اولانه özü edip damda gizlenip. بگی قیاسی بیاد در بدن. نیست، رفته سفر. پس اون کیه رو پشت بوم؟ پشت بوم؟ اون یکی دیگه است. اگه یکی دیگه است چرا رو پشت بوم شماست؟ مگه هرکی سیبیل داره باباست؟ نمیدونم، ولی هرکی از خیلی نامرد و بیمان با. یعنی چی آقا همزون؟ این حرفا چی شما میزنی؟ خدا من درباره شما دارم حرف میزنم. ها؟ آی بی غیرت، تو که رفتی قایم شده بود پشمون خونت، تو که مهمونهای تیلیاردری داری چرا بدهی تو نمیاری بدی؟ حالا این بدهیشون چقدر هست؟ 200,000 تومن. 200,000 تومن کدومه؟ همش 197,500. آقا جان شما اومدین آخه خیلی زوده، قرار بود فردا صبح برسین. سلام. خوربون قدمتون آقا، پچه رفتی رو پشت بود؟ دیدم مهمون داریم، گفتم مزاحم نشم. جعفر آبادی جونم آقا. 200 تومن بده با آقا. چشم. بفرمایید. من 200 تومن. صحبت پول نیست که. میدونم، بگی خیلی آقایی. پچه نمیاد پایین؟
بچه ها بیاین. میشه بعد 25 ماه انتظار یکی از آن نرسی که بزنم و ببره؟ منظوره چیه؟ پولتو که داریم؟ هیچی، هیچی. راستش من هم اصلا انگار دارم خواب میبینم، یعنی انقدر همه چی یه اتفاق افتاد که که چی؟ شرکت که به اسمت میشه، حسابای بانکی هم که به اسمت میشه، منم اپام ایران اپام خارج، 5000 سکه طلام که مهرت میکنم. دیگه چی میخوای؟ اگه چیزی میخوای بگو، تعارف نکن. نه آی مدرس، خدا وکیلی میخوام عرض کنم که بله مبارکه، مبارکه. خب مادر جان، همین فردا یه عقد میاریم دفتر منو عقد کن. عقد بابا سرسی از ژاپنم که برگشتن یه عروسی خیلی خیلی مفصلم میگیریم، چطوره؟ خوشگل شدیم بابا، این دانانش هم اینقدر بلنده میگیره زیر پا. دختر روباپارون قدرش 2 متره، رستمه و همه یه دست لباس. همینقدر که حاضر شده یه روز به تو قرض بده، خدا رو شکر کن. خب کرایش رو میگیره. شما حاضر شو؟ من حاضرم. خیلی بده که ما سر عقل نگی و جناب سرنگو نگی. دیوونه شدی؟ خدا وکیلی نمیدیم که چقدر شده. میخوای به مهندس برسونن که رنگ چشات علکیه تو عقدو به هم بزنه. بابا بذار عقد تموم بشه، همه شو دعوت کن. فری جون مگه اصلا عروسی تو هتل کویچ نیست؟ مگه مهندس قول نداد؟ ایشو فقط گفتن که دست مفصل میگیرن، ولی معلوم نکردن کدوم هتل. مگه نه خوشم از همه که اطفا نردیم تیرو تایفی شوهر خواهرم بیان دامادم رو ببینن تا اینقدر مالو منالشون بمانن. ماما مگه بیچاره کی بوز مالو منالشو داره؟ خب خب مگه عکس تو بگیر. خب راست بگه دیگه ماما، بگه مگه نبود که من اصلا پام به اون شرکت باز نمیشه. بگم فرشته نمیشه این شوهرت میره ژاپن فرامرزن با خودش ببره؟ میگن اونجا کار زیاده واسه مرده سوزوندن خوب پول میدن. بابا مگه این حرف رو آبرو من میپره اینا؟ چه برم ژاپن؟ من دیدی شرکت فرشتینه استخدام میشن. آره راستی فرشتین، اصلا این شوهر تو شرکتش چی داره؟ وقت نشد بپرسم. به کارش چی کار داری؟ به خانه در همسایه آماشینش میتونه یه محله رو به برای بار سوم میپرسم، آیا به این جانب وکالت میدهید که شما را در قبال مهریه معلوم معادل یک جلد کلام الله مجید 5000 سکه بهار آزادی که اندل مطالبه پرداخت خواهد شد، شما را به عقد و ازدواج دائم آقای مهندس خسرو خسروی در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ عروسم همه گناش چیه؟ بله بله با اجازه بزرگترا. بله Bye.
بودی قرار گذاشتی من سر وقت اومدم تشریف نداشتی با همه بیمهری تو اومدم من اما تو نیومدی منو کاشتی This music for you. من تازه پیداتون کردم. دیگه نمیخوام از دستتون بدم. مادر جان شما از فردا میشید مسئول و سرپرست آشپزخانه شرکت. یعنی من سر آشپز میشم. آقای قیاسی شما میشید مدیر داخلی. فرام ارزم که تازه سربازی رفته میشه مسئول انتظامات. پس من چی؟ شما که مدیر عامل شرکتی. جعفر آبادی هم میشه معاون شما. پس من چه کار کنم؟ شما بیا وسط. خدا خیرت بده. فقط حیف که خونه ما به اینجا خیلی دوره. خدا وکیلی یه مسافرته. فکر اونشم کردم. جعفر آبادی؟ اوکی. این شرکت 6 تا اتاق داره که 2 تاش برای کارهای شرکت کافیه. یکیش هم که برای عروس خانم آماده کردیم. بقیه‌ش هم خالی ها؟ اونا هم میمونه برای شما. خیلی خوبه. برسه جان. جعفر آبادی؟ موزیک بالا. امشب تو هتل برای جا رزرو کردم. هتل؟ میخواستم برات سورپرایز بشه. من تو تو عمرم هتل نرفتم. عاشق میشی دنیا به خدا رنگ دیگر. وقتی عاشق میشی دنیا به خدا رنگ دیگر. وقتی عاشق همه دنیا فقط عشق بود. وقتی عاشق همه دنیا فقط عشق بود. خسرو جان. جان خسرو قربون اون چشمات برم که یکیشون شب پرستاره است یکیشون جمال سرسر. خدا نکنه همین دیگه. ببین اگه یه روزی رنگ این چشمم بپره بشه مثل اون یکی خواستم بدونم بازم دوستم داری. کفینه گفت دختری رو که میبینی رنگ چشاش باید دو رنگ باشه ولی اگه همین الانم رنگ چشمات یکی بشه برای من فرقی نمیکنه. من دوستت دارم. منم دوست دارم. چقدر خوبی، چقدر مهربونی. تو خوبی، تو مهربونی. خیلی لطف کردی که زنم شدی. وای خدایا من چقدر خوشبختم. راستش من تو خوابم نمیدیدم که این همه خوشبخت میشم. گریه نکن. شب عروسی شکون نداره. فردا صبح زود بریم بانک. تا همه حسابامو به اسمت نکنم خیالم راحت نمیشه. ببین من بهت بگم من تا همین دیروز نمیدونستم که به این کاغذا میگن چک یا چک. از کارهای بانکی هم هیچم سر در نمیارم. ببین نداره. جعفر آبادی هست. اونم عین من قابل اطمینان. باشه بریم. بانک ما در خدمت شماست. وای خواهش میکنم خدمت از ما بفرمایید. مگی خانم مگنولیا. بله بابا انا سنده رو میزنم. حواست کجاست؟ آقا شما ببینید فرشته احمق رو 4-5 آب شده رفته تو زمین. حتما شوهر کرد. مخصوصا بهت نگفتم نکنه حسودیت بشه. آره راست میگین. این قایم موشک بازی ها کار خاله است. حتما به قیاسی گفته این مگی و باباش حسودن. یه وقت چیزی بهشون نگینا چشمون میزنن. ایش. اینقدر حرص نخور. سندا چی شد؟ میزنم الان. تو اصلا فهمیدی کار این مهندس از آسمون رسیده چی هست؟
خسرو جان خسرو امری بود فرشته من جعفر آبادی اومده دنبالت. حالا نمیشد به این زودی نری؟ بریم کجا؟ تا فرودگاه دیگه. میگم تا اونجا هم میخورده با هم دیگه حرف میزنیم، بیشتر با هم دیگه هستیم. اینجوری هر دومون هوایی میشیم، همینجا خدافظی کنیم برای جفتمون. نه بقل بذار تا پایین پله ها باید بیان. من که نیستم، جعفر آبادی هم با من داریم یه فروشگاه. تو هم اگه نباشی جواب مشتری هایی بذاریم. تو ذره مستقل و مختدری هستی. راست میگی. برای عزیزم من کلی حساب. See you later, Ronnie. عزت با من بودین؟ خواهی تو لوس نکن، نوستاکا بده بینه. شکر آقا رو بابا پشت صندلی خودته. ای بابا چقدر سنگینه، چی انداختی توش؟ نقشت انقدر دقیق و حساب شده است امکان نداره شیطون هم کشفش کنه. بابا بگین نزن هر دو خفه شده. اوف جیگرم واسط کبابه. خیلی آقایی. بابا خیلی وسایی. بابا شیدن اومد چاکرت. اکبر به این رو بگیر. اینم کیف. آخه کاش من جاد میرفتم زندان. جدا؟ اگه شیشتانگ حواست جمع نباشه آرزود خیلی زود برآورده میشه عزیز جون. برنامه روزونت چیه؟ تا ساعت 3 شرکت خانم کوچیکه هستم، از 3 و نیم به بعد شرکت خانم بزرگه، شبم هم منزل گزارش ماوقه رو میدم به حضرت عالی. مواظب خانم بزرگه باش، پول اونجاست. اوکی تازه وارد که نیستم. خیلی سال شاگردتونو میکنم. یک نیست از یک یک یک. بفرمایید بابا. عزت چخی ها که راست یاد میشه. چش میگم عزت ها میتونی ببر لذت. باز دوباره جرد. خدا سایه تا سرمو کم نکنه.
زیارت ها قبول آقا رو او بزرگی بار قسم همش یادت کردم دمت گرم زیر میره چی دیم خدمت شما ای بابا باز ما رو خجالت دیدن آقا رو قابل نداره دامو جا تو همشهری موی به به سلام علیکم صبحکم الله بالخیر السلام علیک آقا رعوف زیارت قبول حقیر نایب الزیاره بودم از طرف جناب عالی خیلی محبت فرمودید از دفترخانه تان چه خبر؟ انشالله فک پلوم شد نخیر تا از حقیر رفت اتهام نشود که فک پلوم نخواهد شد بفرمایید همگی تبرک شده هستن احسن بفرمایید احسن خداوند تفقدی بفرماید که شما زودتر از این گرفتاری خلاص بشه انشالله هر دوی ما با هم فعلا که کلاهبردارها آزادند و بنده به اسم کلاهبردار توی حبس خداوند از سر تقصیراتشون نگذره به خدا توکل کنید انشالله درست میشه وقت نماز زیارتتون میکنم فعلا با اجازه انشالله بچه گروه آقای دوم اون که تا فردا مرخصی داشت مگه مشهد نرفته بود من میدونم این گربه عابد علی این تیری فیلم هایی که بازی میکنه نیست شما مطمئن باشید یه کاسه زیر نیم کاسه شه نه بابا تا نصف شب بیدار و نماز میخونه چه کاسه خودت آرسن لوپن تهرونی همه رو به کیش خود بنداری شما فعلا کیش آدم نفروشه هر غلطی میخواد بکنه بکنه مگه کسی رو فروخته نمیبینی تو مسجد با اون محضر داره چه لاس خوشگی میزنه سلام علیکم سلام علیکم حاج آقا رعوف زیارت قبول چاکرین با کفاتی ایشالله قسمت شما هم بشه رفتم پدر مریضم هم ببینم خب رفقا این سوغاتی شما تبرکه ای بابا چه وقت خوابه الان خطا چیه میکشی حاج رعوف تو که همش بیرونی خدا شانس بده خدا ازشون نگذره که منو تو همچی هچلی انداختن نامسلمونا مومن دوباره شروع نکن سر جدت بذار یه چرتی بزنی تا حالا صد دفعه تعریف کردی چجوری دو درت کردن کوچیکم رومسیا ببخشید موبایل شما را ماهی 100,000 تومان اجاره میکنید شما مطمئن خارج با مامی زیاد دارید چطور مگه؟ آخه شما مثل من سیمکارت ماهواره‌ای دارید نه جونم اینو دیروز خریدم که بیام اینجا اجاره بدم ماهی 100,000 تومنشو بگیرم اینه من خانوم 10 تومن دادن 10 تا از این موبایلا خریدن فقط اجارهش میشه ما 1 تومن چی میذاری بانک سنار سود میده کلکی تو کارشون نباشه نه پدر من چه کلکی اینا واسه هر یه دونه موبایل دارن یه چک تضمین میدن 10 تا سفته شما هر وقت سر ماه شد سفتتو میاری پولشو میگیری نخواستی موبایلتو میگیری میخوان میخوان چیکار کنن این همه سیم کارتو با صلاح مملکت خیش خسروان دانن به ما چه ما پولمون میگیری اینا حتما اجاره میدن به شرکت ملکیت ها ما 110 تومن میگیرم موش جونشون حقشونه این روزا انقدر کلاهبرداری زیاد شده بابا شرکتشون حداقل 5 میلیارد میارزه لنگ چند تا سیم کارت فکستنی من و شما هم که نیستن تازه سندش هم دست خودمونه چطوره منم پس اندازم از بانک بگیرم یه چند تا سیم کارت بخرم چقدر اینجا سر و صدا است دو نفر بعدی میاد خانم اگه آماده شده بده بچه بفرمایید خانم کجا؟ بفرمایید تو صف نوبتیه نوبت چیه؟
ببخشید، صرف اجاره دادن سیم کارت و گوشیه. من نمیخوام چیزی اجاره بدم، کار شخصی دارم آقا. این کلک ها دیگه قدیمی شده. ما الان 3 ساعت. چه خبرتونه ساکر؟ فرامرز بیا. دیدی مگی تو اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ الان تازه دمشو میارم بخورین هز کنی. خاله اینجا کفتر شایی خودم قربونت برم. شما اینجا چی کار میکنی؟ من؟ خب چیز اینجا بیکار باید نسته اینجا تو آشپز خونه. نگفتیم اینجا چی کار میکنی؟ فرمان دختر خواهرم، ای خدا رحمت کنه خواهرم، مثل موی میره میاد. من میخوای بری تو؟ من نمیدونم الان میتونی ببینیش یا نه. چی شد آقا جو؟ مگی. مگی چی؟ مگی با یه دستگان اومده شرکت. مگی دختر خالمه. اوکی ببخشید این دسته چک چهارم هم تموم شده، میخواستم اگه میشه لطف کنیم بریم با. پس با اجازهتون سیم کارت ها و موبایل رو میبرم، تو دست با نباشه. همین کار با اجازه. بله باشه، بگیم بیان تو. با اجازه. سلام. سلام عزیزم، چقدر دلم برات تنگ شده بود. آره جیره خورد از تلفن زدنت معلوم. آبجیم شده مدیر عامل. آقام هم شده مدیر داخلی. فرامرزم مدیر انتظاماته. من مسئول آشپزخونم. خرج و دخل دست خودم. خاله جون شما احیانا پستی مقامی چیزی نداری؟ منم واسه شون میرقصم. خب پس جمعتون جمع خیلی هم خوش میگذره اینجا. شوهرت کو فرشته جون؟ جواب مدرسش بردن ژاپن. ژاپن. فرشته جون یه لحظه من با شما تنها صحبت کنم. حتما. مگه ما غریبه ایم مگه خانم؟ نه غریبه نیستیم. ما چیزی نداریم اصلا دیگه قایم کنیم. فرامرز جان یه صدایی میاد بیرون، برو ببین کیه. آقا جون شما هم لطفا همراهش بری. ببینی شوهرش چه عکسی گرفته با خارجی ها و داخلی ها و اون برا آبی ها. آفرین چه فوتو مونتاژ دقیقی هم هست. آره فوتو گرفته بس که خوشتیپه، اینقدر هنر داره که چی بگم. ندیدیش مگی جون اینقدر ماهه، اینقدر مهربونه. آره راست میگه. خب پس اینجور که معلومه همه چی بر وفق مراده دیگه. باشه دهگاهی یه خبری هم به ما بده. خداحافظ مگی. وایسا نهار پخته ماما. کار دارم بعدم میبینم. بسه بده کلاق سیاه سپیده. ببخشید نیست که خانم مهندس با شما کار دارم. با من؟ بله. موبایل 50,000 تومان زیر قیمت به اضافه یه گوشی مجانی. موبایل هم رسید. بفرمایید تو صف فردا. از برکت خال روی شماست که وقت اقبال در خونه مهندس ما رو زده. نگاه کن درست همونجوری که فالگیر گفته بود. شما بگو مهندس عقد کردن حالا میذاشید بعد از حج؟ آخه آدم 2 روز بعد از عقد زنش که میذاره میره حج عمره. ولی خدایی خیلی دنبالتون گشت. 27 سال. 27 سال. سلام.
خیلی دیر کردین، کجا بودید شما؟ مخابرات. وزیر که تو وزارت خونه نباشه، همینه دیگه. چه میدونم، یکم نیست به این آقای مهندس نادری بگی حالا اگه با وزیر نمیرفتی حج آسمون به زمین میومد. با وزیر اینجوریه، سری از هم سوا دارم. مگه میتونست وزیر میره حج باش نره؟ به زور بردش. چطوری موبایل یه میلیونی رو 50 تومن زیر قیمت میدن؟ دستشون با مخابرات تو دست همه، نگاهشون کن، همه با همه. ببینم سندم میزنم. از چی؟ این هفتمین موبایلیه که میخرم. خوبه، پس برم پول بیارم. به کسی نگی یا، اون وقت یه دونه موبایلم گیرمون نمیاد. باشه جونه بچه هات، به کسی نگی یا. باشه مادر جون، بلمون کن. چشم. التماس دعا حاج آقا. محتاجیم به دعا حاج آقا. این حقیر فقط همین یک پدر رو دارم. الله و عدم و فلحقای دارم. خداوند شما را از شر خناسان و حاسدان محفوظ بدار. شما انسان مظلوم و مؤمنی هستید. دویا واسه ما هم جاسوس گذاشته خوشمرم. بعد این همه سال به ما هم مشکوکه. آقای بر سلام علیکم. چه عجب. ای بابا، من که سر برج اومده بودم دست بوستتون. اتفاقا حاج رعوف خیلی هم سلام رسوندن خدمتی. بی خود اسم حاجی رو خراب نکن. رعوف تا شابدالعظیم هم نرفته. حاج رعوف. میگم چطوریه چند تا از این فامیلای ما زندونی هم چپ و راست میان مرخصی؟ یه مرخصی به این رعوف نمیدن ها؟ اونا رشوه میدن به اجتماع علی. این حرفا نیست. استغفر الله، پسر پیغمبره. همین شما ها خرابش کردی. رئیس ما سلام خانم، ببخشید اینجا منزل مهندس خسرو خسروی درسته؟ نه خیلی، عوضی اومده. اشتباه کردم، مثل اینکه منزل مهندس نادر نادری. آره اینجا منزل رعوف رعوفیه، الانم زندونه. اگه فکر و خیالی هم واسش تو سرت زدی تو جاده خاکی خانم. ببینی مگه ایشون شوهر شما نیستن؟ مامان بارون چه کرواتی هم زده. این عکس از کجا آوردی؟ شما مطمئنی این آقا زندونیه؟ آره ما همین دیروز از این ملاقاتش نندا. خدا من اشتباه اومدم، ببخشید. چی اشتباه اومدم؟ واسه ببینم. نه آره
اشتباه گرفتی. این مهندس خسروی چی؟ خسرو خسروی، نادر نادری، رعوف رعوفی. 10 تا اسم شناسنامه داری یارو. ویلکم مگی، آخرش این کارگاه بازی کار دسته. آقا جون عکسشو اوکی کردن. اوکی کردن؟ کی اوکی کرده؟ زنش با 2 تا بچهش. عزیزم مگه میشه یه نفر از تو زندون هم 3 تا زن بگیره، هم 2 تا شرکت رو اداره کنه، هم میلیون میلیون پول تو گاف صندوقش بریزن؟ آره چرا نمیشه؟ حساب کردم تا دیشب بیشتر از 1 میلیارد پول درآورده. چطوری؟ هیچی، سوار طمع مردم شده. هم که یه چیز 2000 از اون طرف صف میگشن هم در شرکت. دیدین که عجب زمونه ای شده. خب حالا من واسه فری فرم پر کردم. من وزک دوزکش کردم که بره پیش اون مهندس آرسن لوپن رو استخدام بشه. حالا یه جورایی وظیفه من نجاتش بدم. معرفی میکنم دختر خالم فرشته، همسر مهندس خسرو خسروی هستن. ایشون هم شیرین خانم، همسر مهندس نادر نادری. مگه جان کارگاه بازی چیه در میاری؟ ماجرا چیه؟ من یه عالم شرکت کار داشتم. فرشته جان یعنی نمیخوای با هوو تاشنا شی؟ نه هوو شوکه نشی. تازه شما دوتا هوایی یه نفر سومی هستی که از رعوف رعوفی دوتا بچه هم داره. خب این اسمایی که میگین چه ربطی به شوهر من داره؟ به مهندس خسروی شوهر من هم اصلا ربطی نداره. مگه شوهر هر دوی شما ایشون نیستن؟ چاقاک ها بگو. سلام جمعه مخوام برم بیرون ترتیبشه بده. مگه آمدی ترغبه؟ هر روز که نمیشه بری مرخص. خب لاش وایه. باشه بذار بینم چی کار میشه. زندگیم، آیندم، جوونیم، همه چی دود شد رفت هوا. حالا زندان و دادگاه و جریمش بکنم. اسم بدنومشو چی کار کنم مگی؟ من حاضرم شما رو کمک کنم از این هرچلی که افتادین توش بیاین بیرون، اما به یه شرط. چه شرطی؟ چه این سر خونه زندگیتون اصلا هم به روی خودتون نمیارین که از چیزی بو بردین. تا هم ببینم چه خاکی میتونم به سرتون بریزم. سلام. سلام بفرستین بیارم. لطفا بفرستم بفرستم. اوکی. نو تشریف آوردید جناب آقای جعفرآبادی. احمد خانم مهندس سلام عرض می‌کنم. واقعا این شوهر شما یک نابغه است. ماشاءالله ببین. فکر کنم تو جده دم وزیر رو دیده. امروز که رفتم مخابرات هنوز سلام نکرده کارتون رو زدن دستم. به دوستاش رفت نبوغ مهندس. رحمت شما زیاد. سایتون مستدام.
آجزتون ببرم. حالا یادم آمد شما رو کجا دیدم. آقای مهندس چطورن؟ فرشته خانم چطورن؟ فرشته خانم کیه؟ از اقوام مادری هستن. شما چرا تو صف وایسادی عزیزم؟ بفرمایید من موبایل خدمتتون دارم. خارج از دوباره تفصیل. خانم ببخشید. یکی دیگه پاپا کن. ای بابا آقای مهندس این مال من خواهش می‌کنم. اینجا برو موبایل خدمت رو فراموش کن. خدمت شما. سلام برسونید. دیر اومدین تموش. نگو یعنی واسه من یه دونه هم نذاشتی؟ مگه موبایل نداری؟ خودم که چرا چند تا دارم، واسه مامی میخوام. مامی؟ شما ازدواج کردی؟ مطلقم. مطلقه؟ بالاخره نگفتی خوشتی یه موبایل به طور خصوصی جور میکنی یا نه؟ باید مذاکره کنی. مذاکره کنی؟ پایین باش تا بیام. کجا بریم؟ مامی و ددی رفتم ویلامون کرج، میتونیم بریم خونه ما مذاکره. آخ دلم به تاپ تاپ افتاد. از خدامه چه بهتر. بزن بریم. بریم. میدونی چند سال پیش فالگیره چی به هم گفته بود؟ چی گفت؟ گفته بود اسمت چیه؟ نیلوفر. نیلوفر نگاه کنو دقیقا همینو گفته بود. گفته بود چند سال دیگه عاشق یه خانومی میشی به اسم نیلوفر که بیوه‌ام هست. آه نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر. این چون اینجوری میشه؟ باید ببینم انگار پنچری. چه بدشانسی تو هم. ببین میگم پارکش کن با ماشین من بری. من که جرات نمی کنم، یعنی ماشین بزنم تو خیابون؟ اگه دوست داری بپر پنچرشو بگی زودتر بریم دیگه، به شرطی که هوامو داشته باشی. ها دارمت بودو. الو مامان کی برگشتین خونه؟ کی؟ باشه باشه الان میام. ای وای خدای رحم کن. چی شد؟ بابام سکته کرده. برو پایین باید برم. برای چشمم خوش میگم. مامان سکته کرده، فکر چشمم تشنه ای. بلند شو دیگه بودو.
میری پایین بندازم پایین. برو دیگه. گفتی شماره تلفنش چنده؟ ای بابا. بیا. توپ ایشا. سلام آقای جعفرآبادی. سلام علیکم. جای میری برسونم بهتون. نه. ممنونم. شکری. حاج آقا یک زحمتی براتون داشتم. بفرما. یک ساعت پیش عمشتت زنگ زدن خبر دادن بابای رئوف رافی عمرش داد به شما. ببینین چی حاج آقا، ما حقیقتا جرئت نمیکنیم بهش بگیم. میشه شما یک جوری به بنده خدا خبر بده؟ خدا رحمتش کن. باش باش از دستتان در نکنه. شیر بعد یه جشن حسابی بگیریم. بخون جشن گرفتن نداریم بودو این مگی پش بشن دستا کم نگیر. من از جناب سرکار برای تن 3 روز مرخصی استراری گرفتم. بفرمایید. نه حاج آقا، میرم اونجا پدر مریضم رو میبینم، دلم ریش ریش میشه. حالا چرا استراری؟ بیماری ابوی دیگه. در ضمن محکومیت پدوی فردا به اتمام میرسد و بنده از حضور شما مرخص میشه. به به، به سلامتی و دل خوش. پس انشالله به زودی دفترخانه را بازگشایی خواهید فرمود. بله، به یاری حق. قبول حق. حاج آقا کلاهبردارها خیلی زیاد شدن. مراقبت بفرمایید دوباره کسی با سند جعلی معامله‌ای رو در دفتر خونه شما به صد نرسونه و اسباب گرفتاری شما نشه. انشاءالله و تعالی میبینم اتون. انشاءالله تعالی رحمت خداوند بر شما بود. شرکت اول یا شرکت دوم؟ شرکت خوبه بابا. سونا، فقط برو سونا. سونا، اوکی. لباس برات گرفتم، تریپ. ای جان، میگم عزت، بردی لذت. بابا بخت ما زهر زد. عجب کیفی به هم زدی رئیس. بزنم به تخته چقدر قشنگ شدی. در 15 سال جوانتر شدی. چه بیا گرگی شده کلید گاف صندوق فرمایین. اینم کیف پول. این 20 میلیون همونقدر که گفته بودیم، بقیهش هم تو گاف صندوق. آهای آهای خوشگله، اونی که زیر پات گذاشتی دله. والا بابا این دله، نه آهنه نه گله، این دله این دله. همه بچه ها رو امشب خبر کن، پروژه تمومه. بیشتر از اینم نمیشد لفتش تا. حالا کجا تشریف میبریم؟ عروس کوچولوه منتظره. عروس کوچولوه کیه دیگه؟ بابا دست راست دوستر ما رئیس. شوهر فرعی گندم کجا بودی؟ دیگه نمیذارم تنها بری. کی گفت تنها؟ با هم میریم عزیزم. کجا؟ روز اول که دیدمت قول دادم کجا ببرمت؟ خارج. پس میریم خارج. نه آره؟ آخه چجوری؟ وای تو فاز آخر سورپرایزی رو. تو هم آخر زندگی هستی، برای همینی که دنیا رو برات زیر رو کردم.
فکرشو بکن. من و تو کجا بودی این مدت؟ داشتم واسه عروس کوچولو تو کن ویلا میساختم. کن سلوغون؟ آره، کن سلوغون فرانسه. اونجا ویلا خریدی؟ رئوف تو خیلی خوبی، خیلی. کجاشو دیدی؟ سورپرایز تو راه هست. شب میریم پاریس؟ خب پس پاسپورت و ویزامون چی میشه؟ حله. آره؟ آره. خیلی بدی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام. سلام. چطوری اخوی؟ شکرن. عجب تشریفاتی داشت این مراسم. ما در طول ماه ده ها مسافرت خارجی برای مشتریان مخصوصمون تدارک میدیم، بدون اینکه تا به حال یک مورد مشکل برخورده باشیم. این هم تقدیم شما. مرسی. ضمناً امشب رأس ساعت 10 توی شرکت میبینمت. بیا اینم شکم رقص شمشیر. فردا صبح اول وقت در پاریس کردیت کارت شما اعتبارش اندازه وجهیه که امشب لطف میکنم. روی ملون حساب کن. البته یورو. چرا اینجا به جای گندم نوشته نانسی اجرم؟ شما از امروز نانسی اجرم هستید، اهل مراکش. و من هم شوهرتون دکتر تنتاب تنتابی، اهل مراکش. این اسم و فامیل خودت؟ ست دیگه تنتاب تنتابی. دیگه اسناد سیم کارت و موبایل لازم ندارین؟ فعلا پروژه تعطیله. مثل همیشه کارت عالی بود لورنس. به قول شما چی میگین؟ You are welcome my friend. خب خانم نانسی اجرم، برای تا سفر خوشی را آرزو میکنم. این هم مختصر وسایلیست که خانم برای شما تدارک دیدن. احتمالا در طول سفر بهش احتیاج پیدا خواهید کرد. خیلی ممنون. لاغابه. گذرنامه با اسم عوضی برای چی؟ مگه تو کاری کردی؟ نه، یعنی هر کاری هم که کردم فقط به خاطر تو بود عزیزم. به خاطر من؟ برای اینکه لیاقت همسری تو داشته باشم، برای اینکه رویاهاتو تعبیر کنم، برای اینکه خوشبختت کنم. ولی من خوشبخت هستم رئوف. همین که کنار تو هم و پیش تو هم برام همه چیزه. همه خواسته هام، همه رویاهام و آرزوهام با دیدن تو تعبیر شدن رئوف. یادته؟ همین خاله کف دستم دیدی و گفتی تو شجرنامت نوشته باید منو بگیری. بذار بهت اعتراف کنم، در مورد خاله کف دستت به دروغ گفتم. میخواستم نظرتو جلب کنم، میخواستم از دستت ندم. من چه با خال چه بی خال دوست داشتم، دوست دارم، تا آخر دنیا هم دنبالت. منم عاشقتم. زندگی گر هزار بار بود، بار دیگر تو. بیا
توی مدت که ندیدمت برای اینکه مثل من طعم تلخ فقر رو نچشی با چند نفر آشنا شدن، ازشون نردبونی ساختم و اومدم بالا تا فقط به تو برسم. نردبون مثل چی؟ کافی بود اسم اون صدا میزدی تا توی چشم هم زدن کنار ظاهر میشدم. میدونی رعوف، همیشه رفتن به خارج برام آرزو بوده. تو این شهر همه اول شب میخوابم، ولی پاریس تا صبح بیداره. دنیا منتظر آدمای چرتی و تنبل نمیمونه. بعد رو گرده دنیا بشینی با شلاق به هر طرفی که دلت خواست ببرش. بیا تو. تا چند ساعت دیگه سوار بر گرده دنیا خواهیم. این چیه؟ مال منه؟ بازش. آره؟ قابل تو رو نداره. من تو خوابم نمیدیدم که این همه خوشبخت باشم. راستش من تو خوابم نمیدیدم که این همه خوشبخت باشم. من رأس ساعت 12 اینجام تا با شروع روز جدید زندگی تازمونم آغاز بشه. نمیشه نری؟ دلم شور میزنه. تو تریای فرودگاه میبینمت. باشه دخترت. آخه اونجا کجاست که من نباید بیام؟ تو راز منی. کسی نباید تو رو ببینه. اوکی؟ پروژه بعدی کی شروع میشه؟ به محض اینکه مهندس اعلام کنه خدمت رو عرض میکنه. مهندس کی اعلام میکنه؟ اون دیگه لال و سلام. آه. چی کار میکنه یه ساعت توی اتاق؟ بابا رئیسه. عجله نکنین دیگه. عزت تو بیا تو. جونم آقا. این چرا قلفش وا نمیشه پس؟ شاید غریبی میکنه رئیس. قلق بره. مرگ عزت دیروز بازش کردم، همین دم بلنده است. ببین یه کسی تو کاسه گذاشته. کی؟ ننش نزایده تو کاسه یه عزت بذاره. فعلا که زایده. اینه که زایده مثل که گاوه ماست. عزت وقت نداریم، تیز بپر بر دنبال استیدو در بیاریش اینجا. الان باید خونش باشه. بودو بودو. استیدو در؟ هم بعدم تو زندون بود، تو بند سارقین. عادتش رو کیف زندونمه. بپر عزت بپر. رو چه شب سه سوت اینجا. سوت سوم اینم آقا استی. ارسی خانه وسیلی ساکم آره. شاکراتی کاسبی چطوره؟ آقای نقباسی ما مخلصی. ارسی جون میخوام سر سه سوتی نواب کنی. بوده بابا جون. اینه؟ آره. خیلی خوب مثل لباس خانم هم بابا قیفتی بازی در نیره. بوده بوده بوده. اون به روح مادرم اینجوری جواب نمیده. خانم شما هم اومدی پول موبایل تو پس بگیری؟ آره. پس چرا در رو وانه بکنم؟ اسی پس چی شد؟ نمیشه آقا، بدون لباسکار نمیتونم تمرکز کنم. بابا بزن لباسکارش رو بپوشه. به شما چی خبر دارم؟ والا به من همون زنی زنگ زد که احتمالا به شما زنگ زده. خب به ما همون زنگ زد دیگه. شناختش کی بود؟ ده والا نشناختم. حرف نباشه. چراغ خاموش. الو
پلیس 110. خواهش میکنم یکی کمک کنه. آقا بازو، آقا بازو. دو میلیارد پول چی شد؟ این صندوق فقط یک کلید داشت، اونم دست تو بود عزت. پولا چی شد؟ مرگ عزت دیروز خودم درشو بستم. باشه ببینم، این کلید از صبح دست خودت بوده، تشت جاری کردی که یه دونه یک قرونی به ما نرسه. خودت یاقا فشار دوست دو داره یا ببینم بابا بچه کجایی؟ بابا خیلی سیاهازی را لابا شما فکر کردی ما همین شدی باید بذاریم بریم؟ تو شما دوتا بشین پولا رو بین خود تو قسمت کنیم بریم شما بخندی داره؟ نور خودی آی نفتکش یعنی چی که پول نیست؟ اگه رفته بودم تو سینما سیل اشکر شده بودم توف که به دستم میذاشتن نمیسته اینجا ایچی به ایچی نه یه ارفایی آی تک تک ما زنگ زدن که شرکت قلابیه مدیرش هم داره فرار میکنه فکر نمی کنم کسی این موقعش از داخل شرکت باشه من با چشای خودم دیدم چطور من برای همه شد چی میگیری بسه همه؟ بیرسته بیرون بیرسته گم و لغت گم و مشت بریم حرف میزن تو هم در بستم برای باز کردنش هم باید حکم دادستانی داشته باشه راه دیگه ای نداره جناب سروان؟ نه اگه باز بود میشد یه کارش کرد علی بهترین راه حل برای شما اینه که از طریق مراجع قضایی تعرض شکایت کنید. پولمون چی میشه؟ بفرمایید. دوستان، به جای الزام و تجمع و بیجا، بهتره همگی تشریف ببرید دادسرا، اونجا تعرض شکایت کنید. بفرمایید. ما پولمون اینجا دادسرا نداریم. بله، بررسی شد ما در حال بازگشت به محل. بفرمایید جناب سروان. در باز این دو نفر رو به جرم تخریب اموال غیر دستگیر کنید. وای. کی؟ بهتون که گفتم جرمه عباسی نظر کسی وارد شه بله قربان این عمل شما کلاهبرداری آقا شما باید پول همه ما رو پس بدید آقا بله چه کاری شما یاد گرفتید چی کار کنم آقایون دستی که مو نداره بیان بکنید خب خدا رو شکر ضابطین قضایی هم رسیدن جناب سروان ایشون مدیر عامل شرکت هستن از من 5 میلیون تومان گرفتن جاش به من 5 تا سیم کارت تقلبی دادن عمل ایشون منطبق با بزه کلاهبرداریه جناب سروان ای آقا کلاه همه ما رو برداشته خیال کردی من تا پولمو نگیرم از اینجا بیرون نمیرم مرد چه چالاتا برش خون آقا جان در حضور منو عذرخواهی میکنم ببخشید ساکت منم عذرخواهی میکنم همتون ساکت پس چرا در رو باز نمی کردیم؟ جناب سروان برای اینکه ما ابتدا باید پول حلال و حقی خودمون رو پس بگیریم تا مردم بیان مطالباتشون رو بسیار بکنن بله قربان همه شما ببارین کلانتری جناب سروان همینطور که مستحضر هستید ما آدم های محترمی هستیم تا حالا پامون به کلانتری باز نشده حق نباشه ای بابا سرکار ما خودمون شاکی هستیم خب از چی باز بریم کلانتری تو کلانتری معلوم میشه کی شاکیه کی متهم آی جناب سروان قربون اون دهنتون یه عرضی هم داشتم خدمتون خسته نباشید یه لحظه تشریف بیارید ببخشید یه لحظه عرضی داشتم خجالت بکش آقا میخوای جرمت سنگین تر بشه؟ برید از این طرف از هم زیاد فاصله نگیرید برید از این طرف برو با اینش بیا برو آقا بفرمایید اینم همه پولی که از مردم گرفتن ممنون البته پلیس آگاهی قبلا در جریان کار شرکت بوده چطور؟ از طریق گزارشات جناب سعین کمالی آقا جون تو میدونستی؟ نه البته حدس میزدم دختر جناب سعین کمالی باشیم قیافه ظاهری خیلی به پدر شبیه یه نکته اینجا بعد روشن کنم ما از مدتی قبل به طور نامحسوس شرکت رو زیر نظر داشتیم اینجوری خیلی راحت‌تر میتونستیم سرانش رو شناسایی کنیم
یه خبر خیلی خوبم بدم، اونم این استش که پیش پای شما از کلانتری اطلاع دادن همگی دستگیر شدن. خدا رو شکر. به هر حال به سهم خودم از همگی ممنونم. امیدوارم قاضی پروندم به خاطر امانت داری این عمل شرافتمندانه همگی شما رو مستحق جایزه و تقدیر بدونه. متشکرم. خدا کنه. امیدواریم. بفرمایید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خونه سفارش های بعدی حاضره؟ آدرسش این تو هم بریبیرسه. سفارش خمسه هنگم آماده است؟ آره، جمان بخانم امره دیگه نداریم، نوشه جانت. سلام. بخ سلام. آها، حالا شد تصور خودتونه دیگه. چقدر دیگه از سربازی کنده؟ 11 ماه و 3 روز و 10 ساعت. خب از دیگه چیزی نمونده که تمومه. به به، جهاز ماهاز آماده است. شما خوبین؟ یه تو سربازی ازدواج کنیم خوشم با مرخصی تشویقی میدن. حالا شما فعلا کارت پایان خدمتیتون رو بگیرین تا عروسی وقت زیاد. گر میشم زنن گلاب اگه زمنه باق باق که در منه باق باق خمار اولدوم خمار اولدوم خمار. ازت چونه ازت؟ دادگاهون چیه؟ 15 روز دیگه. 15 روز که کنی که بریم بیرون؟ یه نقشه توپ دارم. نه. آره. اسم رمزش چیه؟ گندم. همه چی برای گندم. نه. گندم کنه گندم کنه گندم.